سلام دوستان، شبتون بخیر باشه. شبنامه رو مشاهده میکنید. شبنامه امشب رو میخوام با یک سوال شروع بکنم. سه تا از مهمترین جاهایی که عامل شیوع ویروس کرونا در جامعه میتونه باشه رو نام ببرید. احتمالا شما اگر بخواید سه تا از مهمترین جاها رو نام ببرید، اول به بیمارستان اشاره میکنید، میگید خب بیمارستان چون تردد بیماران کرونایی در اون زیاد هست، یکی از جاهایی که شیوع این ویروس اونجا زیاده. دومین جایی رو که احتمالاً میخواید بهش اشاره بکنید احتمالاً سوپرمارکت ها هست. برای جای سوم احتمالاً اگه میخواید اشاره بکنید به پمپ بنزین ها، یا میخواید اشاره بکنید به آبربانک ها و جاهای خدمات دهنده که مردم اونجا رفت آمد دارن. این سه تا رو طبیعتاً همه شما بر این باور هستید که مهمترین عوامل شیوع این ویروس در جامعه ما هستن. حالا از حقیقت فضا فاصله بگیریم، از اون چیزی که حقیقت ماجرا هست فاصله بگیریم، بیایم تو فضای مجازی. الان در اینستاگرام و تلگرام شما کجاها رو بیشتر پیرامون بحث کرونا اسمش رو میشنوید؟ یکی بحث قم رو دارید میشنوید، بحث‌های مختلفی پیرامون شهر قم هست. حالا باش، کاری نداریم، به بحث ما مربوط نیست. دومین موضوعی که خیلی زیاد میشنوید بحث زریح‌ها هست، زریح و زیارتگاه‌های مذهبی، هیئت‌ها رو میشنوید و نماز جماعت‌ها. این سه تا مهمترین موضوعی هست که به دغدغه من و شما در فضای مجازی تبدیلش کردم. یعنی اولویت‌هایی که با هم مطرح کردیم یه چیز دیگه بود، ولی اون چیزی که در این فضا داره مطرح میشه یک موضوعات دیگه است. حالا این رو گوشه ذهنتون داشته باشید. من یکی دو تا مقدمه بگم، بعد برسیم به اینکه چه جمع‌بندی میخوام بکنم از این قسمت از صحبتام. ما یک بحثی رو در ایام انتقاد مطرح کردیم، گفتیم حواستون باشه که دو قطبی های کاذب در ذهن شما به وجود نیاد. دو قطبی های کاذب اگر به وجود بیاد، باعث میشه که شما از اصل ماجرا منحرف بشید. بازه های زمانی مختلف رو میتونیم نام ببریم که در این بازه های زمانی مختلف اولویت ها در ذهن جامعه ایران عوض شده. مثلا اولویت جامعه ایران معیشت بوده، اولویت جامعه ایران عدم وجود شغل برای جوان ها بوده، ولی یه اولویت اجتماعی رو اومدن برای جامعه مطرح کردن و اون رو انقدر تو فضای مجازی داغ کردن که طرف از مطالبه کردن معیشت خودش مونده، اون رو مطالبه کرده، پیرامون اون صحبت کرده، پیرامون اون بحث کرده. شما اگر بتونید در یک جامعه بر درک مردم جامعه اثر بذارید و اولویت های جامعه رو تغییر بدید، تا حدود زیادی میتونید کمک بکنید که اون جامعه به سمت بحران هدایت بشه. یک مثال دیگه من براتون بزنم، بحث های مختلفی رو الان اگر از بین استان های کشور به شما بگم یک استان رو نام ببرید، احتمالاً قم یکی از استان هایی هست که در ذهن شما مطرح میشه. ما یه تعداد کلان شهر داریم، یه تعداد شهر خیلی بزرگ داریم، یه سری هم شهر محروم داریم، مناطق محروم داریم که اصلا کسی پیگیری نیست، روستاهایی رو داریم که اصلا کسی خبر نداره از وضعیت اینا، خبر نداره به این معنا که جامعه پزشکی ما نتونسته به اون روستاها لینک بشه، نتونسته پیگیرشون بشه، ولی بحث قم داره در فضای مجازی مطرح میشه. اگر شما بخواید وضعیت اون روستاها رو پیگیری و مطالبه کنید، افکار عمومی کششش رو نداره، اون افکار عمومی شما درگیر یک بحث جذاب شده به نام قم. قم رو اومدن برای افکار عمومی شما جذاب کردن، پیرامونش دارن بحث میکنن. ببینید، بحث نه سر قم هست، نه سر ذریح و هیئت و مسجد. نکته ای که دارم میگم اینه، اولویت ها در کشور شما به شیوه هوشمندانه در بازه های زمانی مختلف عوض میشه. الان که شما باید فرصت بکنید به اینکه اولویت های درست رو برای مقابله با این بحران فهم بکنید و براش راهکار پیدا کنید، جامعه شما و فضای فکری شما درگیر بحث های حاشیه‌ای شده و شما رو از اصل ماجرا دور کرده. من یه مثال براتون بزنم، الان یکی از موضوعاتی که ما داریم مطرح میکنیم اینه، میگیم باید قرنطینه خانگی اتفاق بیفته. اگر قرنطینه خانگی اتفاق بیفته، میشه با این ویروس مبارزه کرد. خب قرنطینه خانگی یک روز، قرنطینه خانگی دو روز، قرنطینه خانگی سه روز. وقتی قرنطینه خانگی زیاد میشه، خانواده ها به مرور خسته میشن. وقتی خانواده ها خسته شدن، ممکن هست ویروس رو جدی نگیرن. وقتی خانواده ها ویروس رو جدی نگرفتن، ممکن هست قرنطینه خانگی رو کنار بذارن. وقتی قرنطینه خانگی کنار گذاشته بشه، شیوع ویروس در کشور شما غیر قابل کنترل میشه. خب برای اینکه خانواده ها بتونن قرنطینه خانگی رو تحمل بکنن، راهکار چیه؟ در مرحله اول شما باید یک رسانه ملی داشته باشی که این رسانه ملی فوق العاده جذاب باشه، بتونه خانواده ها رو میخکوب بکنه پای خودش. حالا با این بحث کار نداریم، اینکه آیا این رو داریم یا نداریم کار نداریم، قضاوتش با شما. ولی در مرحله دوم در فضای مجازی چه اتفاقی باید بیفته؟ شما باید یه سری روانشناس داشته باشی. این روانشناس ها و این کسانی که کارشون در حوزه خانواده هست، بیان برای مردم توضیح بدن که در شرایطی که ما ناچار هستیم یک قرنطینه خانگی رو بپذیریم، چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم که این فضا برای ما قابل تحمل باشه، بتونیم سرگرم باشیم، بتونیم درگیر این فضا باشیم. حالا فرض بگیرید یک روانشناسی پیدا بشه، بخواد این رو با مخاطب خودش در شبکه‌های اجتماعی در میون بذاره. اصلا جامعه ایران پذیرش و توان شنیدن این رو نداره، چون درگیر قم هست، درگیر ذریحه، درگیر اینه که هیئتی ها هیئتاشون رو تعطیل کردن یا نه، هیئتی ها حمید علیمی شون و اون نریمانی شون و بقیه شون بلند شدن رفتن بیمارستانا، تو بیمارستانی کنار مردمن، ولی افکار عمومی درگیره. اینا رو افکار عمومی هم نمیدونه، چون رسانه‌ای نداره که بخواد براش پخش بکنه، بهش توضیح بده. افکار عمومی در
درگیر اینه که مسجدها تعطیل شده یا نه، هنوز نماز جماعت میرن یا نه، حالا همین مساجد روحانیاشون یه سریشون بالا رفتن بیمارستان. افکار عمومی البته اینها رو نمیشنوه، افکار عمومی چیزی که داره در فضای ول مجازی میبینه این تیتری است که برای شما میگم. آخوند موحدی کرمانی: فرمول ساخت واکسن کرونا فقط در دست امام زمان است که متاسفانه بر سر شرکت نکردن مردم در انتخابات دلنگران و قابل دسترس نیست. این شخص که این جمله رو ازش نقل کردن عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نائب رئیس مجلس خبرگان، دبیر کل جامعه روحانیت، امام جمعه موقت تهران هم هست و هیچ کجا چنین جمله‌ای رو نگفته. دقت کردید؟ فضا در جامعه شما یه چیز دیگه است و یک چیز دیگه‌ای داره ترسیم میشه. حالا تو این فضا اگر یه نفر بیاد بخواد به شما توضیح بده، بگه مردم در این شرایط شما باید قرنطینه خانگی رو بپذیری و در قرنطینه خانگی پیشنهاد من به شما اینها هست، اصلا کسی توان پذیرش این رو نداره، چون فضای مجازی درگیر یک چیز دیگه کرده جامعه رو. این تغییر اولویت‌ها، اون چیزی که در طول 6 سال گذشته بارها از طریق فضای مجازی در جامعه ما رخ داده و در شرایط بحران به کمک دیگران اومده تا از اینکه ما بتونیم بحران رو مدیریت بکنیم و راحت ازش عبور بکنیم جلوگیری بکنیم. بگذریم از این بحث، من یک نکته دیگر رو می‌خوام در انتهای این فایل صوتی به شما ارائه بدم. یک پتکی رو در طول این سال‌ها تلاش کردن با حداکثر توان بر سر مردم ایران بکوبن و اون هم پتک خود تحقیری ملی بود. تلاش کردن این ملت رو تحقیر بکنن، تلاش کردن که بقیه رو از این ملت بهتر نشون بدن، تلاش کردن تا به این ملت بگن شما هیچی نیستید، شما یه عده آدم جهان سومی هستید، به هیچ دردی هم نمیخورید. در قضیه این ویروس کرونا یکی از اتفاقات خوبی که رخ داد به نظر من در کنار همه این اتفاقات تلخی که چه در حوزه معیشتی داره برای مردم میفته و چه در حوزه سلامت، یک اتفاق خوبی که رخ داد این بود که ملیت‌ها فرصت پیدا کردن که ذات خودشون رو به نمایش بگذارن. شما مرور بکنید اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته و اون چیزی که در غرب داره اتفاق میفته. این عکس رو ما قبلا هم منتشر کردیم، این تصویری هست از یک فروشگاه در سان فرانسیسکو آمریکا، اومده این شوینده های بهداشتی رو قفل رمزدار روشون زده. شما کلی از این عکس ها و ویدیوها احتمالا الان دیدید، مردم رفتن فروشگاه رو غارت کردن، رفتن دستمال کاغذی خریدن، رفتن تو سر کله هم دیگه زدن. نکته که من میخوام بگم اینه، اینها رو وقتی که قرار میدید در کنار اتفاقی که داره در ایران میفته، در ایران یک عده ماسک مهربانی پخش کردن، صابخونه نمیدونم به مستاجرش گفته آقا در این بازه زمانی من انتظار کرایه خونه ندارم، باید کنار میام، یک مقدار بهت وقت میدم، ایشهای از این دست داره تو فضای مجازی راه میفته، فضاهای از این جنس درست شده. وقتی این بحران در دنیا پیش اومده، فرهنگ ها فرصت پیدا کردن در کنار هم قرار بگیرن و اینجا جایی هست که ما میتونیم به خوبی خودمون رو مقایسه بکنیم، ببینیم ما کجا قرار داریم، فرهنگ ما کجا قرار داره، تفکر ما کجا قرار داره و دیگر ملیت ها کجای داستان هستن. یک فضا سازی بسیار سنگینی رو در این فضای مجازی ایجاد کردن، تلاش کردن تا القا بکنن که فضای کشور ایران بحرانی، تا ایران به سمت قحطی مصنوعی بره، دریغ از اینکه بتونن یکی از این تصاویر قفسهای خالی رو در ایران محقق بکنن. ولی الان جهان غرب درگیر این قضیه شده و این تفاوت فرهنگ هاست و این تفاوت نژاد هاست و این تفاوت ملیت هاست که الان داره خودش رو به خوبی نشون میده. این تصویری که مشاهده میکنید تصویری هست از توصیه های کارشناس اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک. سمت چپ اومده یک پستی رو فرستاده، گفته که الان دارید به خاطر دستمال توالت دارید همدیگه رو میخورید در جهان غرب. بعد اومده گفته این راهکار ایرانیاست، ایرانی از آفتاب استفاده میکنن، آفتاب هم فارسی نوشته توی توییت. بعد سمت راست اومده گفته اینم یکی دیگه از راهکارشون، از شلنگ هم استفاده میکنن. بعد گفته این راهکار خیلی راهکار بهتر از چیزی که شما دارید اینجا انجام میدید. این ویروس یک ویژگی که داشت باعث شد عیار خیلی ها مشخص بشه. اون ملت هایی که در طول این سال ها رسانه های وابسته اونها رو بر سر مردم ایران میکوبیدن، الان شما دارید میبینید که دارن توی این بحران همدیگه رو میخورن و این ایرانی ها هستن که در کنار هم وایسادن، مدارا کردن، با هم کنار اومدن، با مشکلات دارن میسازن و تلاش میکنن که این بحران حل بشه. در ایتالیا یک خبر منتشر شده در خصوص زندان ها که دیروز ویدیوهاشو کام دیدید، در بعضی زندان های ایتالیا شورش کرده بودن زندانیا به خاطر کرونا. در ایران یه چیزی بوده 70,000 زندانی رو حکومت اومده آزاد کرده. سعودی اینترنشنال، بی بی سی، صدای آمریکا، اینها اومدن ایران رو به عنوان عامل شیوع کرونا معرفی کردن در دنیا و مدام دارن تلاش میکنن تا بحران در ایران جدی بشه. اگر ما عرضه این رو داشتیم که در فضای مجازی، با این رسانه‌ها کاری ندارم، فضا رو برای مجری های اینها، برای خبرنگارهای اینها، برای کسانی که میان جلوی دوربین وای میسن برای اینها سنگین میکردیم، اینها جرئت نمیکردن این فضا رو ایجاد بکنن. اون مجری جرئت نمیکرد بیاد جلوی تلویزیون، جلوی دوربین بیسته و این حرفا رو بزنه. هر چقدر هم بهش پیشنهاد پول میدادم میگفت فضا سنگینه، هموطنهای من منو به عنوان یک مزدور بیشرف پلید میشناسن، من نمیتونم این کارا رو بکنم. ولی ما متاسفانه این فضا رو ول کردیم، فضا برای وطن فروش ها فراهم شد، هر غلطی دلش میخواد راحت بکنن. این نکته رو به نظرم ساده است که نگذرید، باید یک راهکار پیدا بکنیم، باید یک ایده پیدا بکنیم برای اینکه فضا برای وطن فروش ها سنگین بشه. این فضا وقتی سنگین شد وطن فروش ها جرئت نمیکنن انقدر مفت برای دولت های خارجی سرسپردگی بکنن و در شرایط بحران کشور خودشون رو به سمت بحران شدن بحرانی تر شدن هدایت بکنن. من شبنامه امشب رو همینجا پایان میرسونم. شبتون